سلام علیکم، من نادر امرایی هستم از تیم زومجی. امروز اومدیم که با هم دیگر تبلت ایسوس ROG فلو رو آنباکس بکنیم. خوبی شما؟ آفرود من آها خوب شد گفتی آفرود، بعد زنگ بزنم به یکی از دوستام تولدش تبریک بگم چون آفرود خیلی دوست داره. آها نه، سلام علیکم، خوش اومدین به باز. من چرا هر دفعه اینجوری شروع میکنم؟ آی نظر سلام، چرا خوش اومدین به یه جعبه گشایی دیگه. سلام علیکم دیگه، سلام علیکم. جعبه گشایی داریم. چه جعبه گشایی؟ یک دیوایس جذاب به نظر من، این رو کاغذ جذاب. من خودم که اصلا ندیدمش درست حسابی، بچه ها فقط کارشو کردن، بازی ها رو نصب کردن و ما بستنش دوباره دادن به من که جعبه گشایی کنم. چی؟ تبلت گیمینگ ایسوس فلو ROG، مدلش هم که حالا اینجا نمیدونم چیه. بازش کنیم ببینیم چیا توشه، بعد بیایم توتر. خب من این جعبه شو اومدم چک کنم ببینم چیزی توش نباشه، خیلی چک کردم بعد در اومد. الان فکر کنم درست شد. خیلی خوب، جعبه رو باز کردیم، توش کیفشه، این تو احتمالاً شارژرشه و اینم خود داستانه. من حالا یه توضیحاتی راجع به این تبلت میدم و کلن راجع به سری ROG ایسوس هم میخوام یه صحبت کوچولویی بکنم. این که یه چیز نقره ساده است، لوگوی ROG روش. باز که میکنیم شارژر داستان هست، شارژر این تبلت هست که میذاریم اینجا. این چیه؟ اینجا هم هیچی نیست توش. من کلا یه توضیحی میخوام راجع به محصولات ROG و ایسوس بدم به طور کلی. اونم اینه که الان دیگه ما مثلا لپتاپ میخوای بخری همه شبیه همه، تبلت میخوای بخری همه خاموش که اصلا جلو عین همن همه، نمیدونم گوشی که واقعا دیگه مثلا باید داری بگی آقا مدل دقیق گوشی چیه، مثلا 13 پرو مکس 12 این همن، 12 پرو مکس سامسونگ A23 43 53 53 2017 2018 2019 همه هم این همن. واسه همین من نکته ای که راجع به ROG دوست دارم کلن اینه که محصولاتی که طراحی میکنه، حالا لزومن شاید همشون از لحاظ طراحی به ذائقه من خوش نیاد، ولی نکتهش اینه که یک کار جدیدی توی طراحی میکنه. حتی از توی بسته بندی این تبلت هم مشخصه این طرز تفکرشون. من اینا رو بذارم کنار، حالا شارژر و کیفش و یه مشخصات سخت افزاری خود این تبلت رو بدم. تبلت گیمینگه که خود ایسوس هم میگه قوی ترین تبلت گیمینگ دنیاه. GZ301Z این مدلی که ما داریم، GZ301Z که عرضم به حضورتون که سه مدل داره. حس میکنم این مدل بالایی است، حس که نمیکنم. سه تا مدل داره این مدل، چقدر چرت میگم، سه تا مدل داره. اینی که ما داریم مشخصاتش 13.4 صفحه نمایششه، 4 گیگابایت رم، کارت گرافیکش C50 Ti هست، سی پی یوش اینتل i9 12900H تقلب دارم میکنم، 1 ترابایت SSD نسل 4 داره. یه چیزی داره که نمیدونم چیه. 16 گیگابایت رم LPDDR5 داره که مثل استیم دک که خودش رم نداره، استیم دک رم داره. و USB 3.2 داره، یه دونه USB، یه سری USB داره. مدلاشو من حالا تو خود این بتون نشون میدم. ویندوز 11 هوم روشه و کیبورد لنگویجش نوشته فارسی، چه باحال، فارسیه. و شارژرش هم داره دیگه. این مشخصات کلیشه. نکته ای که جالبه اینه که کلن وزن تبلت با این همه
اهم متلوپش 1.1 یعنی 1100 گرمه، 1 کیلو و 100 گرم. البته بازم این شیطونی داره میکنه به خاطر اینکه خود تبلت فقط 1100 گرمه، یعنی 1 کیلو و 100 گرمه، ولی خب با کیبوردش و اینا یکم بیشتر میشه. با جعبه‌شو که میبینیم، من بازم میگم چیزایی که من دوست دارم نسبت به محصولات ROG همین جینگولک بازی‌ها و مثلا جعبه‌ش یکم اینجاش اینجوریه، یعنی ارائه محصولش بسیار جذابه، برای من جذابه. اینجا هم که مدل نوشته که وزنش، این میخواستن پست کنن احتمالا. این هم که ما سرچ کردیم مختصات جغرافیایی مقر اصلی آروجی ایسوسه. خب آقا آروجی فلو رو باز کنیم، من دیگه اینجوری نمیتونم بکنم. باید چه خوشگله. من کلان همین چیزها رو دوست دارم، یعنی یک توجه به جزئیاتی. خب دیگه البته همه جاش ننویس آروجی فلو، همه جاش ننویس، ولی کلان میگم جالبه. بریم سراغ محتویات داخل جعبه تبلت. یک تبلت پروپیمونی که واقعا همین الان هم شما اگه نگاه بکنید میبینید که از لپتاپ هم قطورتره، ولی خب 3050 Ti و 12900 روشه، خیلیه خیلیه. این کارهای اداریشه، چه پکیجینگ خوشگلی داره. اینجا چی داره دیگه؟ آها، قلم خود دوستمونم روشه، من نمیدونستم قلم هم داره و خیلی باحال دیگه. تو یه تبلت میخری، هم کاور کیبوردش توشه، هم قلمش توشه، هم تازه کیف توشه و کلی چیزهای مختلف دیگه توشه. این هم قلمشه که حالا بهش میپردازیم میگم، ولی کلن کسی که اینو میخره حالا خیلی قابلیت های تبلتیش رو شاید نخواد، شاید هم بخواد، چه میدونم، چرا معلکی واسه بقیه نسخه میپیچم. خب باز که میکنیم، من یه نمای نظری هم شاید هم بخواد. بله میوت آرایس نظره، میشه میوتیشو در بیاری؟ خیلی خوب، خود تبلت چه لقم زیتی. من برم اینا رو بذارم و بریم سراغ خود تبلت. همونجوری که میبینین، بازم میگم حالا من خیلی دیگه جینگلی مستان کرده و حتی این درس های تهویهش هم سعی کرده اوجی آروجی باشه، اگر اشتباه نکنم 06 یا حالا نمیدونم چیه. پشتش که میبینین اینجا رو میتونین، اینجا باز مختصات هدکوارتره ایسوس رو زده، یه بار زدی قشنگ بود دیگه. بعد عرضم به حضورتون که این کیکستندشه که اینجوری نشکنیم شده تا اینجا میاد پایین، اینجوری هم میتونین استفاده بکنین ازش. حالا من باز بیشتر بازش میکنم. پشتش جای کارت ماکرو اسدی داره، بازی طرحهای خیلی باحال دیگه ای هم داره. اینجا خودتون میتونین حافظه امتوش رو ارتقا بدین. دیگه چیا داره؟ اسپیکر، همه چی هم نوشته. این دوتا اسپیکراشن خیلی میگم این طرحها باحال دیگه. این جای ورودی هدفونشه، یه دونه مثلا این ببندن که بیشتر بهتون نشون بدم. اینم این چیه؟ مثلا یه طراحی دیگه. بازم میگم باحاله، این کارا باحاله، من دوست دارم. اینجا برچسب اینتل و جی فورس RTX 3050 Ti اش رو میبینیم. این یه بیلبیلک آروجی داره اینجا. کنارش یه دونه یو اس هدفون، جک هدفون یو اس بی عادیه برای کنترل حجم صدا. اینم دکمه پاورشه و همیشه نکته‌ای که وجود داره اینه که آدم از روی دکمه پاور ممکنه بفهمه چه جوری باید از دستگاه استفاده کنه. بر اساس اگه من بخوام با همون روش برم، اینجوری باید از دستگاه استفاده کنم که درستم هست در کمال تعجب. عرضم به حضورتون که اینجا نوشته Republic of Gamers، اینا برای تهویه‌شه. این سمت هم یه USB Type-C داره، یک عدد کانکتور مخصوص خود آروجیه، آره، که اگر اشتباه نکنم شبیه USB Type-C هم هست یه تیکش، که این برای وصل کردن وسایل جانبی مخصوص خود این تبلت از جمله کارت گرافیک اکسترناله. من همونجوری که بهتون گفتم سه مدل داره این تبلت، که یکی از تفاوت‌های اصلی این سه مدل صفحه نمایششونه، که یه مدل 3840 در 2400 داره که این نیست، که UHD پلاس بهش میگه. این نسخه که ما داریم فول HD پلاس، رزولوشنش 1920 در 1200. نکته ای که داره اما اینه که نرخ نوسازیش 120 هرتزه، که بسیار بسیار چیز جذابیه. کلا هم سه مدل داره،
خب طبق رسم چند سال اخیر کیبورد این تبلت هم دقیقاً مثل کیبورد این تبلت های مثل سرفس و این چیزاست که به صورت مگنتی و آیپد مگنتی میچسبه. خود تبلت رو اگه بخواییم بدون هیچ چیزی ببینین اینجوریه که من پیشنهاد میکنم هرگز اینجوری حملش نکنین. ترکپدش هم به نظرم شیشه است و خیلی هم راحت شما میتونین حالا تایپش رو چه تست میکنین خیلی راحت میتونین اینجوری وصلش کنین، اینو اینجوری بازش کن، ها اینم میتونین بگیرین که بخواین کیک سندش رو باز بکنین و اینجوری استفاده بکنید. ما بریم روشنش بکنیم، ستاپش کنیم، یکم راجع به خودش هم صحبت کنیم، یه دو تا بازی هم روش ببینیم میتونیم ران کنیم یا نه، بعد برسیم بکنیم. خب همونجوری که میبینین سی پی یوش 12 نسل 12 12900H 16 گیگابایت رم داره و عرضم به حضورتون که ویندوز 11 نسخه هوم داره. خب همونجوری هم که میبینین دو تا یعنی آیریس ایکس ای گرافیکس داره که خود مال سی پی یو و RTX 3050 Ti مخصوص لپتاپ و صفحه نمایشش هم با هم ببینیم که رزولوشنش چقدره. اینجا که میای 1920 در 1200. خود ایسوس هم یک نرم افزاری داره که اگر اشتباه نکنم باید این آرموری کریت همینه. همین آرموری کریت ایسوسه که شما از همینجا میتونین به کلی از ستینگ های تبلتتون، تبلت لپتاپتون، لپتاپتون دسترسی داشته باشین. مثلا اینجا الان دمای سی پی یو رو به من میده، مموری رو بهم میگه، سرعت فن رو بهم میگه، وضعیت سی پی یو رو میگه، خیلی هم باحاله و شما اینجا میتونید پروفایل هاتون رو حتی عوض بکنین. الان رو حالت توربویم، رو حالت پرفورمنس داره، رو حالت سایلنس داره، رو حالت ویندوز داره که هر کدومشون یه سری ستینگ هایی دارن و یه دونه منوال هم داره که شما خودتون میتونید شخصی سازی بکنین که میگه میتونین هر چیزی رو بنا به نیاز خودتون بالا پایین بکنین و از تبلتتون استفاده بکنین. خیلی اوقات برای کسایی که مثلا میخوان باتریشون رو نگه دارن یا مثلا یه جایی میخوان سرعت لپتاپشون تبلتشون بره بالا این به کار میاد. خیلی دوست داشتم که این یه چیزی بود که خودش ادپتیو بود، یعنی هوشمند بود در حقیقت و بر اساس استفاده کاربر خودش متوجه میشد که چجوری سویچ بکنه. ما بریم یه چند تا بازی رو همینجوری تست بکنیم ببینیم چجوری هم. خودش اوورد که آقا من گذاشته بودم توی حالت پیرینگ، خودش اوورد که الان هم وصل شدم. مثل اینکه اگرش چرا داره میچرخه هنوز؟ وصل شدم، الان هم وصل شدم. خیلی خیلی راحته، یعنی دکمه پرش رو نگه داشتم، مثلا خودش اوورد گفت میخوای وصل شیم یه دونه دسته این وسط رو پیدا کردیم. بریم هم بازی هم اسپیکراش رو تست کنیم. مثلا من میخوام فورتزای 5 رو برم و ببینم که آقا این آقای تبلت چه جوریه. خب همین الان من بازی رو ران کردم، نوشته running low on video memory please close فلان اپلیکیشن های، میگه اپلیکیشن های بی موردت رو ببند. خب ما هم الان اپلیکیشن آنچنانی باز نداریم همونجوری که میبینین، ولی میگیم خیلی خب بریم دقیقه تنظیمات رو ببینیم. بازی رو که من آوردم بالا، اول یه نکته بهتون بگم، دو سه بار من بازی رو آوردم بالا کرش میکرد، بعد اومدم دیدم حالت پروفایلش روی ویندوزه، گذاشتم روی پرفورمنس بدون هیچ مشکلی اومد بالا. حالا توی سیتینگز هم اگه بخوایم بریم ببینین، توی ویدیو اگه بخوایم ببینیم میبینین که رزولوشن 1920x1200 60 fps HDR هم نیست دیسپلیش، ولی خب میتونیم به تلویزیون HDR وصل کنین و بازی بکنین. توی گرافیک هم اگر بخوایم بریم ببینیم، الان رو حالت اکستریم، همه چیش هایه و این بالا هم اگه دارین ببینین 100% داره جی پی یومون استفاده میشه. خیلی جالب اگه بتونه بازی اینو بدون مشکل بیاره. اینم بگم من اسپیکرش رو زیاد کردم صداش رو بشنوین. اسپیکرش همچین مثلا اسپیکر خیلی فوق‌العاده عجیبی نیست، ولی صداش خوبه. پیشنهادم میکنم که مثلا اگه میخوام برای تو دسکتاپ ازش استفاده کنم یه اسپیکرای جدایی بذارین، ولی از اونجایی که بلوتوث داره میتونین هر هدستی رو که میخواین بهش وصل بکنین. و نکته دیگه هم که هست اینه که وقتی که بازی میاد بالا فنا شروع به کار میکنه، مثلا وقتی رو حالت پرفورمنس باشه و صداش میاد ولی آزاردهنده اصلا نیست، در حد صدای فن مثلا استیم دک شاید از نینتندو سویچ بیشتره، چون نینتندو سویچ قطعا ضعیف‌تره از این، خیلی هم ضعیف‌تره، ولی صداش اصلا آزاردهنده نیست. یعنی اگه
اگه توی اتاق تاریک با صدای کم هم بازی بکنی، تاریک بازی کنی، صداش نمیاد. اگر توی یه اتاق ساکت بازی بکنین صداشو میشنوین، ولی آزاردهنده نیست. ولی عجیبه، خیلی خوبه. الان هی داره میگه ویدیو مموریت کمه. خب بخاطر اینکه ما گرافیکو گذاشتیم رو های و واقعا خوب داره میره. 14000. آها آفره. چند امتیاز گرفتم؟ بسه. التیمیتر، کانگورو، دریفت، گریت رکیج، سایت سوایپ، کرش لندینگ، رکینگ بال، التیمیت اسکیل چین، گریت دریفت، اوسام دریفت، التیمیت دریفت. 24400 ضرب در 4 ممیز 7 سری. بابا تو دیگه. خواهش میکنم. 114680. بریم سراغ بازی. من متعجب شدم. ما اومدیم رو گرز 5. من رد ددمون یه فایلش مشکل داره، نتونستم اجراش کنم. بچه‌ها حالا پایین اجرا کرده بودن. اگر تونستیم که راش بندازیم رد دد رو هم نشون میدیم. ولی خب فورتزا هورایزن 5 رو روی حالت گرافیکی همونجوری که خودتون هم ستینگ رو دیدین خیلی خوب اجرا میکرد. الان ببینیم گرز 5 هم ببینیم چه جوری اجرا میکنه. البته بماند که هی ارور لو ویدیو مموری رو میداد. اینم مشکلی نداره. شما میتونید یک کم گرافیکو بیارین پایین، حتی لزومی نداره رزولوشن رو بیارین پایین. یک کم گرافیکو بیارین پایین کاملا اوکی میشه. و بازم میگم برای این تبلت به نظر من خرید نسخه 4K اشتباهه. بخاطر اینکه همین الانم هم میفهمی که داره زور میاد. خیلیه بابا، فورتزا هورایزن 5 تو 12 میلیمتر داره اجرا میکنه برات و فشار میادش. واسه همین من پیشنهادم اینه که اگر هم روزی خواستین همچین دیوایس رو بخرین، با صفحه نمایش 1080 یعنی 1920 در 1200 شو بخرین. خب بریم یکم گیرز 5 رو هم بریم بازی بکنیم. یکم بریم ببینیم ستینگش چی هست. اول ببینیم گرافیکش و اینا چجوریه. همینجوری که میان میبینین الان دیفالت کوالیتیش روی مدیومه، دیسپلی مود هم فول اسکرینه. عرضم به حضورتون که بریم پایین. مکسیموم فریم ریت 60، مینیمم 60، مکسیممش آف آن لیمیتد. دیگه چیا داره؟ همه چی هم روی تکسچر دیتیل مدیوم، همه چی مدیومه. یعنی بازی روی مدیوم داره اجرا میشه. یعنی میتونیم ببریم بالاتر و تست بکنین، ولی خب این اون پروفایل هایی که خودش تشخیص داده بازی روی اون اینجوری اجرا میشه. یه نکته هم میگم، ما تبلت شارژ نداشت، زدیمش به شارژر و داریم چیزش میکنم. الان من میتونم اینو در بیارم و ادامه بدم. میاد میگه که آقا آن باتریه، ولی میگه پروفایلت پرفورمنس، یعنی براش مشکلی روی حالت باتری هم پرفورمنس رو میتونیم برین، ولی خب باتریش قطعا کمتر خواهد بود. راجع به باتری هم من حالا یه صحبت کلی میکنم. گیرز هم واقعا داره خوب اجرا میشه و همینجوری محیط اگه میتونین ببینین خیلی خیلی قدرتمنده. بسیار بسیار. آها من داشتم این ورانور نگاه میکنم یادم رفت بیام پایین. بشنین همه چی 3050 تی آی هم از کارت گرافیکیش. باز هم بگم کجا باید برم ببینید قطرات آب رو ببینید. نه کلن میگم از لحاظ خیلی خیلی قشنگ داره اجرا میکن. سردتون هم بشه میتونید اینجوری بگیرین گرمتون بشه، ولی صدای خیلی اذیتی هم نمیکنه ولی گرما رو داره میده بیرون. خب من برم پیش کیت. کیت دیاز بود. بازی روی گرافیک مدیومه و میگم بازم واقعا خوب داره اجرا میشه. حتی الان هم رو باتری هم هست، یعنی دقت کنم. من برم ببینم میتونم یکم ببرمش گرافیکشو ببرم بالاتر ببینم مثلا. خب الان ما گرافیک گذاشتیم رو اولترا، ببینیم روی اولترا چه جوریه. آها دراپ فریم ها رو میبینیم، یعنی قشنگ مشخصه که فریم ریت بازی کمتر شد، ولی قابل بازیه. اینجوری نیست که اصلا قابل بازی نباشه. چقدر جالب ساختمون ریخ، بعد خیلی زیبا این ریختن است. این چی بود یه ظاهر شد؟ این ریختن ساختمون باعث شد یک مسیر برای ما پیش بیاد. خیلی قشنگه، گیم دیزاین خیلی قشنگه. سیختن راختمون داشتم میگفتم چرا من امروز سوتی دادم. ببینید به نظر من، یعنی شما با توجه به اینکه داری روی تبلت بازی میکنی، چیزی که داری میبینی و اون پرفورمنس و اون عملکردی که داره بهت میده واقعا
جذاب و عجیب و شاید ترسناکه حتی تا یه حدی، حتی رینی حتی بدون وصل به برق. یه نکته دیگه هم که وجود داره مسئله باتریه. قبل از اینکه من کیبوردم بگم اون جهت تموم کنیم، قطعاً کسی که همچین چیزی رو میخره زیاد باتری براش نباید مهم باشه، به خاطر اینکه شما میدونین دستگاه گیمینگ هر چقدر هم پروفایل های مختلف بهینه سازی توسط سازنده و توسط هر کی باشه، باز هم دیگه یه سری چیزای حد و حدودی دارن. یعنی بیشتر از یک شارژ دهی نمیتونی از این انتظار داشته باشی. البته شارژش هم 100 واته. شما میتونین اگه دلتون بخواد اینجوری هم ازش استفاده کنین. البته من نمیدونم کسی هست که اینجوری استفاده کنه نه. یا نه، کیبوردش هم دو حالته، اینجوری تخت و حالت چسبیده داره که خیلی راحت اینجوری میچسبه. من یه چیزی هم تست بکنم، یعنی یه کمی هم بنویسم یه چیزی و کیبوردش هم تست کنیم و بریم. سلام علیکم، من نادر امرایی هستم از تیم زونجی. امروز اومدیم که با هم دیگر تبلت ایسوس آر او جی فلو رو آنباکس بکنیم. خوبی شما؟ کیبورد خوبی شما؟ تو تکستم نوشتم کیبوردش به نظر من کیبوردش بذار اینوری کنم دیگه، زشت دیگه. به نظر من کیبورد این تبلت بسیار فوق‌العاده که نیست، ولی برای کیبورد تبلتی بسیار خوبه. بسیار نداره، خوبه. یعنی تایپ کردن روش خوبه. این تراول در حقیقت سفر کیها، سفر کلیدها. این ارتفاع کلیدها با اینکه خب خیلی زخامتش کمه ولی قابل قبوله. اینجاش خیلی با اینکه هیچی هم نیست و خب جنسش هم اینطوریه خیلی فلکس نداره. کلن دیوایس جذابیه، دستگاه بسیار جذابیست، ولی نکته ای که وجود داره اینه که برای چه کسی این خوبه؟ برای یکی که خیلی دوست داره گیم بازی کنه همش. دستگاه جذابیه. آها، رضا میپرسه سرفس. خب اصلا غیر قابل قیاسه با سرفس، به خاطر اینکه از لحاظ عمل کردی سخت افزاری که تو این قرار گرفته با سخت افزار سرفس غیر قابل قیاسه. اون محصول با در نظر گرفتن پروداکتیویتیه، این محصول با در نظر گرفتن گیمینگه. یعنی جامعه مخاطب این هیچ وقت نمیره سراغ یه چیزی مثل سرفس. دستگاه جالبیه. شاید من خودم اگر بخوام مثلا حدود 60-70 حالا هر چقدر حدود 70-70 خورده میلیونه پول بدم برای یک دستگاه، یعنی بگم آقا تو 70 تومن 80 تومن پول داری باید یه چیزی بخری، اینو نخرم. ولی اگر خیلی پول دار باشم و یه دیوایس دیگه هم بخوام شاید این رو تهیه کنم که نیستم. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. تا ویدیوی بعدی دم همتون گرم. خداحافظ.